دوستان گرانقدر به درس روزی 38 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. قبل از اینکه روی درس شروع کنیم، کویک بوکسی که ما در کامپیوتر خود اینستال کردیم و ورژنی که استفاده میکنیم فعلا ورژن 2021 است، یعنی اینتیوت کویک بوکس انترپرایز سلوشن 2021 ترایل ورژن است. ویدئویی که قبلا از این قبل ما ریکارد کردیم در ورژن 2020 است، به خاطر از اینکه سال 2020 است 21 است، ما ورژن 2021 از اینترنت دانلود کردیم و در کامپیوتر خود نصب کردیم به خاطر از اینکه ما شما آپدیت باشیم. درس ما شما در مینوی کاستومرز بود و امروز ما شما در مینوی کاستومرز روی لید سنتر صحبت میکنیم. لید سنتر چیست و به خاطر چی استفاده میشه؟ گرچه زیاد مهم نیست، خب بازم به خاطر از اینکه در میلست آمد و مربوطی مینوی کاستومرز میشه، باید چیز صحبت کنیم روی زی. اگر شما متوجه باشین، کمپانی هایی که سرویس بیس است، یعنی خدمات عرضه میکنه در هر کنج دنیا که باشن، اونا یک بخش داره به نام بخش بازاریابی که در انگلیسی به نام مارکتینگ یاد میشه، سلز اند مارکتینگ. وظیفه مدیریت یا آمریت سلز اند مارکتینگ ایست که در بیرون برای اداره خود، برای اینمی کمپانی خود مارکتینگ کنه و مشتری را پیدا کنه، کمپانی های مختلف، مردم مختلف را تشویق کنه یا علاقمند سرویسی که در کمپانی از یا مثلا ارائه میشه علاقمند زور بسازم. فرض مثال، ما یک مثال میدم، ما یک آی اس پی دارم، اینترنت سرویس پروواید کمپانی، یک کمپانی که خدمات اینترنتی را عرضه میکنه. تیم مارکتینگ ما که است در بیرون میگرده روی کمپانی های مختلف و برازوا که است راجع به سرویس خدماتی که ما ارائه میکنیم معلومات میده که ما مثلا اینترنت ما بسیار قوی است، سه دانه بکاپ داریم، مثلا اگر یک لینک ما داون شو لینک دیگه است، اگر دیگه لینک ما داون شو دیگه لینک است. د جریان مارکتینگ است بعضی کمپانی های بعضی مردم است که علاقمند اینمی خدمات ما میشن، مشتری ما نیست، از پیش ما خدمات نمیگیره، مگر یک چیزی علاقمندی رو نشان میده. اونا برای ما میگه که بهتر شما ایتو کار کنین که میکوتیشنی دفترتان روان کنین برای ما که یک ایمبی اینترنت شما به چه قبول برای ما پروواید میکنین، دیگه چی سرویس دارین شما. وقتی که یک کس، یک مشتری، یک کمپانی که شاید آینده مشتری ما شوه و فعلا مشتری ما نیست، علاقمندی پیدا میکنه در سرویس، در خدماتی که ما ارائه میکنیم، نامه از اون کمپانی ها را، نامه اون مردم ما دلیت سنتر ثبت میکنیم. یعنی در حقیقت مشتری ما نیست، خو علاقمند سرویس ما شده، شاید در آینده اینا مشتری ما شوه، دیگه اونم کمپانی ها را ما یک یک از ایره دینی لید سنتر مثل مشتری واری میرسانیم، درج میکنیم نامشه، شماره تلفونشه، ادرسشه، دیگه معلوماتشه کلشه ثبت میکنیم. اگر در آینده مشتری ما شد، بازور ما میتونیم که از دینی لید سنتر به کستومر رو را کنورت کنیم. پس زیاد گپ نمیزنیم، میایم روی لید سنتر کلیک میکنیم. لید سنتر وقتی که شما باز کردین به این شکل یک صفحه برای ما باز میشه، مثل کاستومر سنتر و امپلوی سنتر و به اون شکل وندر سنتر. در اینجا کس نامای اونمو مشتری های اونمو کسایی که علاقمند سرویس ما هستن در اینجا وارد درج میکنیم. استیتسش در اینجا میایه که مثلا چند فیصد علاقمند این خدمات ما هستن، معلوماتش در اینجا میایه، دیگه تو دو نوتس یا چیز معلومات دیگر اگر ما درج کرده باشیم راجع به زو در اینجا میایه. خب به خاطر از اینکه ما یک لید در اینجا اضافه کنیم، میایم در کدام جایی در این قسمت بالا نیو لید کلیک میکنیم، به این شکل یک صفحه میایه. اول نام اسپیشم میخواه کیس که مثلا علاقمند سرویس ما شده و علاقه داره که در آینده شاید ما برای زو سرویس پروواید کنیم و او مشتری ما شود. میگم که یک کمپانی است به نام اینترکانتیننتال هتل کابل. خب از او به پایین کس یک بخش دیگه است به نام استیتس. اینمی اینترکانتیننتال هتل چقدر علاقمند اینی سرویس ما است؟ اگر هارد انتخاب کردی به این معنی که زیاد علاقمندی نشان داده است خود.
اگر وارم انتخاب کردین یعنی به این معنی که در 50% است، اگر کل انتخاب کردی به این معنی که از 50% پایین. ما این را مثلا هارت انتخاب کردن، وقتی که هارت انتخاب کردی بعد از او مکمل نام کمپانی شما درس میکنی، چون یک کمپانی است در نیم او میاد در نام کمپانی شم امبورا کاپی میکنیم پیست میکنیم، مین فون نمبرش فرض مثال نوشته میکنیم 72024-25. وبسایت داره بله میگیم www.intercontinentalkabul.com ای وبسایت شس. ایمیل ادرس داره میگیم بله info@intercontinentalkabul.com ایمیل ادرس شس. اگر ایریشنال یا الٹرناتیو ایمیل ادرس داره او رو اینجا شما نوشته میکن، ادرسش در کجا است، ادرسش مثلا نوشته میکن لوکیشنش در کابل است و به مو شکل دیگه معلوماتش شما در اینجا درج میکنین. اگر کانتاکتس معلوماتش مثلا پرایمری کانتاکت یا سیکنڈری کانتاکت یا دیگه به مو شکل معلومات شما درج میکن درج کرده میده، مثلا در اینجا حتما یا کسی مثلا از بخش سلس اند مارکتینگ یا کسی ارتباطی داره. مثلا من نوشته میکنم که جاب تایتل مثلا یک نفر است، خود در اینجا نامش وقتی که شما نوشته کردین مثلا محمد اسلام نوشته میکنم، خو این نفر وظیفه‌ش چیست، فرست نیمش مکمل چیست، لاست نیمش چیست، این ارتباط میگیره به. اگر شما در اینجا نام کمپانی نوشته کردین دیگه اینجا باز ضرورت نیست که مثلا جاب تایتل شما رو نوشته کنین، فقط در اینجا فون نمبر دیگه معلوماتش درج کرده میتونین. خب زیاد روی ازی صحبت نمیکنم به خاطر اینکه اونقدر مهم نیستن. خو اگر اینجا نام فرد نوشته کردین شما باید در کانتاکت معلوماتش کس مکمل درج کنین راجع به اون نفر، چون ما کمپانی نوشته کردیم نیاز نیست و کمپانی کانتاکت دیتیل ما در اینجا درج کردیم. بعد از فقط اوکی کلیک میکنیم، وقتی که اوکی کلیک کردیم دلیت سنتر امرای ما یک دانه لید اضافه شده، نامش که از انترکانتیننتال هتل کابل است و استیتسش که از هارت است. مثلا به مو شکل یک دیگه نیو لید جور میکنم، یک لید دیگه جور میکنم به نام مثلا ای تو زید فود سرویسز و ایر مثلا بجای هارت وارم انتخاب میکنم. نامش چیست میگم؟ نامی کمپانی ایجا که است امو نام کمپانی است، باز امون رو کپی میکنیم در ایجا پیست میکنیم. مین فون نمبرش میگم، اینمی فون نمبرش هست. وبسایت مثلا نداره دیگه معلومات نداره، فقط بعد از اوکی کلیک میکنیم. این دفعه بجای چی که است کمپانی فرد اضافه میکنیم، میام در نیو لید، در نیو لید که آمده مثلا نوشته میکنم که مثلا لید داره ما به نام مثلا احمد فواد این لیدی ماست و این مثلا کولد انتخاب میکنم. خب کمپانی دار احمد فواد بله، کمپانیش به نام چیست مثلا نوشته میکنم که به نام نت زون به نام از یک کمپانی داره. فون نمبرش که است به طور مثال اینه میسته و وبسایت داره بله میگم نت زون www.netzoon.com ای وبسایت شست. ایمیل ادرسش میگم info@netzoon.com ایمیل ادرس شسته. اینالی ده اینجا در کانتاکت که ما بیاییم ما اینمی نفر احمد فواد مکمل معلوماتش نوشته میکنیم. احمد فواد کیس میگم؟ مثلا دایرکتر این کمپنی است. خب فرست نیمش چیست مکمل نوشته میکنم مستر احمد و لاست نیمش نوشته میکنم که فواد ایده نوشته کردم. به مو شکل فون نمبرش، ورک فون نمبرش، ایمیل ادرسش، دیگه معلوماتش کلش درج میکنید اینجا. اگر کدام کانتاکت پرسن دیگه را اد میکنید شما اینجا میتونید او را اد کنید. پرایمری شد سیکندری را میتونید شما اد کنید. بعد از اوکی کلیک میکنید، وقتی که اوکی کلیک کردید شما ببینید سه دانه لید امرای ما در لید سنتر اضافه شد که یکیش انترکانتیننتال، دیگهش ای تو زید فود سرویسز، دیگهش که است احمد فواد و دیگه قسمتش که هست معلومات دیگه ایش هستن. خب از یک قسمت شما میتونید یه رو فیلتر کنید، مثلا آلیده برای ما نشان بدین، مثلا یا هارت لیده اونو مشتری هایی ما که لیدایی که زیاد علاقه مند سرویس ما هستن یا اونو هایی که 50% علاقه مند سرویس ما هستن و از یک سرچ کرده هم میتونید ما میگیم نی آل لید. اگر شما علاقه مند از ایستین که چندین دانه لید همزمان مثلا امپورت کنین یا از پروگرام اکسل ده اونجا چیزی هست برای تو او را میخواستین ده ایجا بیارین و یا خودتان میخواستین نوشته کنین ده امپورت ملتیپل لید که آمدین ده ایجا، مثلا میتونین که 50 دانه 20 دانه معلومات یک دفعه نوشته کنین و کنتینیو کلیکین و ده اینجا چی میشه؟ انزرت میشه میاد. خب به طور مثال فکر کنین که مثلا بعد از 3 ماه 4 ماه وقتی که ما سرویس
ما معلومات سرویس خود به می کمپانی اینترکانتیننتال کابل روان کردیم. اونا علاقه من شد گفتم که بیادر ما می خواهیم که از سرویس شما استفاده کنیم. با اینا قرارداد نوشته کردیم. اینالی این نفر که است از لید ما می برای. ای به شکل یک مشتری نرمال ما میشه. پس اگر تو خواسته باشی که این معلوماتی که از انترکانتیننتال هتل کابل دیجی دلیت سنتر هستن ای را انتقال بتین به ریل مشتری ما شما روی از ای رایت کلیک میکنیم. وقتی که رایت کلیک کردین دیجی یک کماند است به نام کنورت تو کاستومر. بالا دی اینجا اگر نیو لید میخواین یا لید ایدت میکنین دیلیت میکنین سایز تو دو نوت نوشته میکنین یا نیو نوت نوشته میکنین ما میگم نه ایرا به مشتری کنورت میکنیم. شما اگر برین دا کاستومرز امرای ما به نام انترکانتیننتال هتل کابل کدام چی نیست مشتری ما نداریم دا قسمت. و اگر ما بیایم دی اینجا دا لید سنتر بیایم دا لید سنتر امرای ما هستن به طور مثال مشتری مون به مشتری ما تبدیل شد به ریل مشتری. روی ازی رایت کلیک میکنیم بعد از میریم کنورت تو کاستومر. وقتی که روی ازی کلیک کردی یک مسیج برای ما میده که Are you sure you want to convert this lead to customer? You cannot undo this action. اگر تو یک دفعه یک لید به مشتری تبدیل کردی پس فورا نمیتونی که اندو کنی پس به لید تبدیل شو. میگم بله مشکل نداره. Yes کلیک میکنیم. وقتی که Yes کلیک کردیم اتوماتیکلی اونمو لید ازش کپی شد و در اینجا آمد در کستومر سنتر ما شما آمد. اونو معلوماتی که ما در اونجا درش کرده بودیم کل معلومات ما در اینجا آمده. اگر ما از اینجا پس در مینوی کستومرز بیاییم و روی لید سنتر کلیک کنیم شما در اینجا ببینین اونو مشتری ما از خود اینجا در ستیتسش نوشته میکنه که کنورت شده از لید به چی؟ به مشتری ما. اینال اگر شما میخواین دیجه که مثلا کنورت لیدر ببینین ده اینجا برای ما تنیر نشان میده. اکتیف لیدز میخواین باز ده اینجا اونو انترکانتینتال برای ما نشان نمیده به خاطر از اینکه او اکتیف لید ما نیست او به مشتری حقی ما تبدیل شده. پس ای بود دوستا لید سنتر و موضوعاتی که مربوطی لید سنتر میشد. چه قسم ما شما میتونید لید سنتر یک مشتری که علاقه مند سرویس ما شما شده او را در اینجا اضافه کنیم و او را چه قسم باز میتونیم به ریل کاستومر کنورت کنیم.